بسم الله الرحمن الرحیم. دعا در وقت روبرو شدن با دشمن یا صاحب قدرت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بار الها، ما تو را در برابرشان قرار می دهیم و از بدی های آنان به تو پناه می آوریم. فایده های حدیث. فایده اول، مسلمان واقعی در حال دائمی به یاد الله سبحانه و تعالی و در پناه او بسر می برد. فایده دوم، جنگ بین حق و باطل از سنت های همیشگی الله سبحانه و تعالی است که تا قیامت ادامه خواهد داشت. دعای دیگر، اللهم انت عضدی و انت نصیری، بک اجول و بک اصول و بک اقاتل. بار الها، تو یار و مددگار منی، به کمک تو تاخت و تاز می نمایم و به کمک تو بر دشمنان حمله می کنم و با مدد تو می جنگم. فایده های حدیث. فایده اول، توکل به الله سبحانه و تعالی سبب جلب نعمت و دفع ضررها می شود. فایده سوم، چنگ زدن به الله سبحانه و تعالی و یاری خواستن از او در هر حال ضروری است. دعای دیگر، حسبنا الله و نعم الوکیل. الله برای ما کافی است و بهترین کارساز است. فایده های حدیث. فایده اول، شناخت مقام بالای اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که در یاری دین الله سبحانه و تعالی همه چیز را در طبق اخلاص گذاشتند. فایده دوم، الله سبحانه و تعالی طبق گمان بنده و میزان توکل وی از او حمایت خواهد کرد و به کمکش خواهد شتافت.